ما از خاطر امروز آمده میرم میگم ببینن که فقط شما یک کانال که میسازین رئیس جمهوری یک کشور مستقیما میگه که ای باید نسوز و نشه خو رژیم آبی خراب میکنه رژیم آبی ما رو خراب میکنه اگر برای 60 سال آینده در ذهنتان برنامه ندارید بهتر است که بمیرید در اینجا دفن شوید قرار قرارداد که ما داریم قرارداد سردی که امروز ازبکستان داره می است که نصف دریای آمو سرد ماست چون دو طرف هیچ حرکت نمیکنه آب رو تخریب نمیکنه این تخریب میکنه هر سال ده متر 20 متر سی متر درخت ما خاک خود به نفع ازبکستان است از روزی که کار کانال قشتپه شروع شده تا امروز شما میبینید از هر طرف سر و صدا بلند می شود کشورهای همسایه ما به داد و فریاد آمدند که اگر این پروژه تکمیل شود و بتوانند افغان ها از این آب استفاده کنند بناا نظم آبی آسیای میانه به هم میخورد ما میگم که وقت از این رسیده که با خداینا تمام اختلافات کلتون ایلا کنید یک حکومت فراگیر بسازین ما می طلبا رو میگم بین یک حکومت فراگیر بسازین کلتون یه جای شمین اضافه. دفعه دست به دست نه که سربت ها را از پیشتان میبره و آدم ها. برات نه زغال میمونه نه نفت میمونه نه گاز میمونه نه, نه لیتیم میمونه نه مس میمونه نه نه و... و... یورانیوم دیگه پا نمیمونه آب ما پشت هم از پیشت همسایه های ما قدرت اتمی دارن همسایه های ما در مهتاب و ایرقشان نصب میکنن ما خودت هنوز تا حال به تفاهم نرسیدیم که آیا تعلیم فرض است یا مباح است زن درس بخانه یا نخانه کار بکنه یا نکنه از خانه بیرون بشه یا نشه همیل پرسان کنین همی دولت و دولتی ها سابقه را کل دولت ها را قطارک بزنین که کدام مایید را از امو یا نسل گیری کردن یا تنها دم کابل ششته بوده فقط پاچه کابل پاچه هایی عرق کل پاچه هایی دم عرق عرق بوده پاچه بوده دیگه بیرون از او یا پاچه ها ماچه ها نبوده بیرون از اون مردم بوده کلش گدا گدا در اطراف از این پاچه ها دم بوده و اگر وقتی که بگویی این حقایق ارباز میگن که والله شما مخالف هستین و شما به اصطلاح چرا چنین گفتین و چرا قسم به پروردگار که همه اینها از روی درد و رنج است که ما در برابر نیم وطن میبینیم ولی تو 1400 تا معدن داری و یه قواب داری آبه که دکش میتین نفر غلمغالش مبروی مانا داره که از کار نکده این دسته سال که غلمغال نکده مانا داره که ما هیچ دقیقش نبودیم بیاییم همی فرصت پیش آمده را از دست نده خواستم از برادران امارت اسلامی همیست همه با هم یک حکمت قوی فراگیر که مورد رضایت همه مردم ملت باشه بسازیم سرنوشتی مملکت رو معلوم بکنیم ما نمی فعلا که با هم صحبت میکنیم سی و پنج میلیون انسان در یک کشتی شکسته ای که اصلا معلوم نیست به کدام مسیر در حرکت است الله سبحانه و تعالی در نسل سری قرآن آب را مایه حیات معرفی میکند و جعلنا من الماء کل شیء حي هر چیز به وسیله آب زنده است اگر انسان است بدون آب زندگی کرده نمی تواند و اگر حیوان هست بدون آب زندگی کرده نمی تواند و اگر اشیا و اشجار نگاه کنید بدون آب سبز مانده نمی تواند و آب یکی از جمله نعمتهای بزرگی است که الله تبارک به تعالی برای بندگانش قرار داده و ما در کشور عزیز ما یکی از های بزرگی که داریم منبع آبی هست اما این که متاسفانه متاسفانه سالهای متمادی نتوانستیم از این سرمایه و ثروت بزرگ استفاده بکنیم مقصر کیست؟ شاید بگویید مداخلات دیگران است شاید در ذهنتان سوال پدید بیاید که عدم موجودیت متخصصین هست شاید در ذهنتان سوال بیاد که از جهل و ناتوانی خود ما هست و شاید بگویید که بیکفایتی و بیلیاقتی و بیمسئولیتی کسانی است که کشور را در طول بیست سال مدیریت میکردن. من میگویم همه این موارد صحیح است بلی در جامعه ای که متخصص نباشد در جامعه که رهبران اون به فکر جیب خودشان باشند به غم ملت نباشند در جامعه ای که به جایی که به مسائل کلی بپردازیم ما شب و روز به کله همدیگر زده روان باشیم در جامعه ای که مسئولینش منافع داخلی ملت خودش را فدای منافع کشورهای همسایه بکند خب وضعیتش همین است دیگه از عزیزان من از روزی که کار کانال پشتپه شروع شده تا امروز شما می بینید از هر طرف سر و صدا بلند می شود کشورهای همسای ما به داد و فریاد آمدند که اگر این پروژه تکمیل شود و بتوانند افغانها از این آب استفاده کنند بناا نظم آبی آسیای میانه به هم می خورد در حالی که سرمایه و ثروت از من و خودت است و سالهای متمادی دیگران استفاده نمودن مفت و مجانی و رایگان امروز به جای این که ما باید دعوا بکنیم ما باید استاد بشویم که شما سالهای سال از این سرمایه و ثروت مملکت ما استفاده کردیم و نهان دیگران میآیند دعوا را شروع میکنند و از ضعف مو خودت استفاده میکنند من بارها فریاد زدم که الله تبارک و تعالی انواع سرمایه را در این مملکت قرار داده بسیار از کشورهای دنیا را که شما بروید بخوانید بعضی کشورهای وجود داره که اصلا منابع طبیعیش امروز صفر است و کشورهایی است که شاید دو نو سه نو چهار نو منابع طبیعی داشته باشه ولیکن در مملکتی که ما خودی زندگی میکنیم بالاتر از سطحا نوع معادن وجود داره و به ارزش تریلیون ها دلار سرمایه وجود داره از سنگ و از زمرد و لاجورد و نفت و گاز و آب و زمین زراعتی هیچ چیزی نیست مگر که در این وطن الله تبارک به تعالی قرار داده اما چرا چرا ما با این همه بدبختی روبرو هستیم فقر در وطن ما بیداد کند فساد در وطن ما بیداد کند مهاجرت از کشور ما باشد بینظمی و بدبختی در مملکت ما باشد چرا مگر ما نداریم همین ظرفیت و همین توانایی را داریم ما را متاسفانه مصروف ساختن مشغول ساختن ما اگر وقت می گذاشتیم سرمایه های خود را استفاده می کردیم و امروز دارای بندهای برق می بودیم بندهای آبی می بودیم و این آبی که هر روز به کشورهای همسایه سرازیر میشه جلوی سرازیر شدن این آب را می گرفتیم امروز می دیدی وضعیت ما در کجا قرار می اما ما به جاییم که به مسائل های مملکت خود بپردازیم به جای که بیایم سر ساخت بندای آب و برق فکر بکنیم به جای که بیایم سر استخراج معادن فکر بکنیم به جای که بیایم سر یک ایجاد یک حکمتی که قابل پذیرش برای همه ما باشه سر این موضوع فکر بکنیم به جای که بیاییم از کادرها و از متخصصینمان استفاده بکنیم استقبال بکنیم حمایتشان بکنیم ما شب و روز مصروفی هستیم که والله قوم فلانیت اکثریت است قوم فلانیت اقلیت است پشتون بهتر است تاجیک بهتر است هزاره بهتر است ازبک بهتر است چی باید قدرت رو در دست داشته باشد؟ چه کسی باید در رأس نظام باشد؟ چه کسی نباشد؟ غافل از این که این کار دشمن است کار کسانی است که ما را با این قضایه مصروف ساختند تا دیگران از سرمایه های وطن استفاده کنند. مگر اونهایی که امروز قدرت اتمی دارن اونهایی که امروز در تسخیر مریخن اونهایی که امروز بیرقشان در محتاب نصب میکنن مگر اونها چهار تا چشم دارن چهار تا گوش دارن اونها هم مثل ما خودید انسان هستن اونها وطنشان دوست دارن و منافی اولیای مملکت خود می اندیشن. با وجود هزارها مذهب و دین و اعتقاد و باور به همدیگر حرمت قائلن ما تو از یک طرف سنگ اسلام بر سینه میزنیم که ما مسلمان هستیم و اسلام ما را به اتحاد و اتفاق دعوت می کند و از طرف دیگر شب و روز به تعصب و نشنلستی و قومگرایی و تخریب کردن همدیگر و از بین بردن همدیگر و حذف کردن همدیگر چه شخصیت هایی که ما در طول این های متمادی از بین خود حذف کردیم از بینشان بردیم بنان هموطن عزیزم من این را میگویم هنوز وقت داریم هنوز فرصت داریم بیاییم که با هم برادر بشیم به معنای واقعی دوستانه و سمیمانه از هر قومی که هستیم از هر نژادی که هستیم از هر مذهب و دینی که هستیم وقتی در خانه مشترک به نام افغانستان زندگی میکنیم ما همه برادر همدیگر هستیم عزیزی همدیگر هستیم والله که هیچ کسی نسبت به کسی دیگری برتری ندارد نه عزت به کسرت قوم است نه عزت به قدرت است بلکه زمان عزیز می شویم که جغرافیایی به نام افغانستان عزیز شود ساخته شود آباد شود منابع طبیعش استخراج شود شرم است که امروز دنیا به کجا رسیده ما سر چی بس داریم به خدا شرم است برای نمو عالم برای نمو سیاست مدار برای نمو طبیب برای اینammo مهندسی که در این مملکت هنوز به فکری تفرقه و به فکری به اصطلاح کهنه و فرسوده اینو و آن است چرا ما های خیلی بالایی داریم در این وطن بیایم ازش استفاده کنیم هر کسی که باشه از هر قومی که باشه و عضو از اعضای خانواده ماست بنابراین وقتی این رسیده که باید همه دست به دست هم داده و در کنار هم دیگر اختلافات را کنار بگذاریم بیایم همی فرصت پیش آمده را از دست ندیم خواستیم از برادران امارت اسلامی همیست همه با هم یک حکمت قوی فراگیر که مورد رضایت همه مردم ملت باشه بسازیم سرنوشتی مملکت را معلوم بکنیم ما نمی فعلا که با هم صحبت میکنیم 35 میلیون انسان در یک کشتی شکسته که هستن معلوم نیست به کدام مسیر در حرکت است و ناخداگاه این کشتی کیست بالاخره کجا توقف میکنیم چی میشه پنج سال بعد ده سال بعد بیس سال بعد برای وطن چی پلان است من یک روز یک کلپ دیدم از یک استاد آمریکایی که برای شاگردانش در صنف میگوید اگر برای 60 سال آینده در ذهنتان برنامه ندارید بهتر است که بمیرید در اینجا دفن شوید و اونگاه استاد ما هم در سر سنف درس میده برای ما او برای شاگردش میگه در ش... برای 60 سال آینده باید تو پلان داشته باشی برنامه داشته باشی و ما یک ملتی چیز کم چل میلیون انسان برای پنج سال آینده ما برنامه نداریم و اگر داریم کجاست بفرمایید چی میشه بالاخره سر سیاست ما چی میشه حکومت ما چی میشه نظام ما چی میشه این ملت کدام مسیر روان است همسایه های ما قدرت اتمی دارن همسایه های ما در محتاب بیرقشان نصب میکنن ما و خودت هنوز تا حال به تفاهم نرسیدیم که آیا تعلیم فرض است یا مباه است زن درس بخانه یا نخانه کار بکنه یا نکنه از خانه بیرون بشه یا نشه ما هنوز سر چی مصروف هستیم و اگر وقتی که بگویی این حقایق باز میگن که والا شما مخالف هستین و شما به اصطلاح چرا چنین گفتین و چرا قسم به پروردگار که همه اینها از روی درد و رنج است که ما در برابر نیمه وطن میبینیم خب معلوم است بالاتر از دو سال هنوز تا حال به تفاهم نرسیدیم که دروازه مکتب و تعلیم رو بر روی فرزندان رو ما باز بکنیم تا چی جایی که جوان ما امیدوار باشه برای یک آینده روشن شما که علما هستین در رأس حکمت کسانی هستین که به اصطلاح ادعا دارین که علم دین دارین دین میفهمین اسلام میفهمین آیا یک ملت این گونه سردرگم گذاشتن که او نفهمه تاجرش نفهمه چی گونه سرمایه گذاری کنه محصلش نفهمه چی گونه درس بخونه مادر در این ملت نفهمه که آینده ای فرزندیم چی میشه و هیچ کس هم پاسخگو نباشه نه برای این ملت بگه که بله این می دو سال پنج سال چهار سال ده سال وجود داره بعد از این پلان ای هست تری ای هست قانون ای هست، بالاخره ما به این ترتیب پیش میریم همه چیز در یک سر خب چطور جوان ما فرار نکنه از وطن من در یک برنامه دیگر گفتم کسانی رو میشناسم که حاضر از سی هزار چل هزار پنجاه هزار دلار به خاطر ویزه بدهد تا بتواند فامیلش و فرزنداش از افغانستان براید به خاطر چی؟ میگه به خاطر تحصیل فرزندانم باید درس بخوانند مردم عاشق علمن عاشق دینن مردم علاقمند تعلیمن ای یک عده محدودی قلیلی بدوی اطرافی نمی نه ارزش علم رو میدانه نه مثلا ارزش تعلیم رو میدانه سرش از هیچ چیزی باز نمیشه موضوعش جداست در هر جامعه وجود داره در هر کشوری وجود داره مردم های شاید محدودی باش که هنوز نمیفهمه نمیدانه علم یعنی چی اما 95 فیصد مردم ما همه بی آرزو بی آرمان است که باید دختر و فرزند و بچش درس و تعلیم بخونه بیاموزه چیزی ما اگر امروز متخصصین از خود می داشتیم برای کانال قشتپه اگر امروز از خود متخصصین می داشتیم برای ساختن بند برق اگر از خود امروز متخصصین می داشتیم برای اداره کردن میدان هوایی فرودگاه های بین کشور ما میدان هوایی چرا این همه پول برای دیگران میدادیم؟ چرا این همه باج می دادیم برای دیگران؟ ما اگر از خود متخصصین می داشتیم چرا سالانه میلیونها میلیون دلار به خاطر تداوی مریضی ما به کشورهای دیگر می دادیم خب این متخصصین از کجا از آسمان که فرود نمی باید زمینه تعلیم تحصیل مساعد بشه درس بخوانن بیاموزن تا یاد بگیرن به فردا و فردا به وطنشان خدمت کنن به هر حال عزیزان من امیدوارستم استم خسته نشده باشید درد و مشترک است که برای همه ما و شما متاسفانه یک عده در داخل وطن مداخله میکنن مانع پیشرفت و ترقی مردم و وطن ما میشن و یک عده در خارج وطن مداخله میکنن مانع پیشرفت و ترقی وطن ما میشن الله تبارک و تعالی همه ما هدایت بفرماید موفق و باشید